تروس، که جزئیات بیشتر از ورود رئیسی به بغداد و سخنرانی که در نزدیکی محل کشته شدن قاسم سلیمانی داشت چیه و قراره که با آقای رئیسی با چه کسایی دیدار داشته باشه؟ رئیس قوه قضاییه ایران همونطور که شما هم اشاره کردید شب گذشته وارد بغداد شد، در محل کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رفت، در مراسمی که اونجا برگزار شده بود شرکت کرد و در سخنرانی که داشت به آمریکا حمله کرد، گفت که دست انتقام همچنان وجود داره و کشته شدن سلیمانی و مهندس بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. از طرف دیگه در مورد امنیت عراق صحبت کرد، آمریکا رو متهم کرد به ایجاد داعش و اینکه پشتیبانی میکنه از این گروه تندرو در عراق. اما سفر آقای رئیسی همونطور که شما هم اشاره کردید 3 روزه خواهد بود. قراره که با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان عراق و برخی از شخصیت‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی عراق هم دیدار داشته باشه. ساعتی پیش در ساختمان شورای عالی قضایی عراق حضور داشت با فائق زیدان، صحبت و دیدار و گفتگوهاشون شروع شد. طبق خبرهایی که منتشر شده قراره که امروز چند تفاهم‌نامه هم قضایی و حقوق در بین دو طرف امضا بشه. سفر آقای رئیسی اونطور که در رسانه‌های دو طرف مطرح شده در مورد گفتگو کردن در مورد چند پرونده مهم هست. اول در مورد استرداد محکومان است. در گزارش اختصاصی که ایران اینترنشنال حدود 1 ماه پیش داشت، اینکه 400 محکوم ایرانی در زندان‌های عراق هستند به دلیل قاچاق، بازرگانی با مواد مخدر، ورود غیرقانونی یا حتی قتل عمد، اونا تمایل دارند که مدت حبسشون رو در زندان های ایران بگذرونن. از طرف دیگه کمیسیون مشترک قضایی بین ایران و عراق وجود داره. این کمیسیون فعال سازی نشده. در خبرها منتشر شده که دو طرف در بخشی از گفتگوهاشون در مورد فعال سازی دوباره این کمیسیون بین دو طرف صحبت میکنن، اما مشخص نیست که کار کمیسیون دقیقاً چه مرتبط به چه پرونده هایی یا چه چیزهایی خواهد بود. و اینکه همچنین در مورد پرونده 40 نفری که به گفته هر دو طرف دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، دولت عراق گفته بود باید پرونده اونا در دادگاه عراق بهش یعنی رسیدگی بشه، در مورد هم گفتگو میشه. ممنونم از تو ترسکه صادقی، همکارم از اربیل عراق.